سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. هدف ما ایست که بازم به صلح برسیم. صلح که عادلانه باشه، پایدار باشه. رئیس جمهور غنی میگوید که گروه طالبان با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه در تماسند. رهبر مخالفین در بلاروس از مقامات ایالات متحده خواهان انفاذ تحریم علیه حکومت بلاروس گردید. و چین دست داشتن در هک شدن سیستم مایکروسافت را در حال رد کرد که چند کشور و سازمان جهانی به شمول ایالات متحده چین را متهم به هک شدن این سیستم کردند. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام، امروز چهارشنبه 21 ماه جولای سال 2021 می باشد و این برنامه همزمان در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک و صفحه اینترنتی دری صدای آمریکا نیز و نشر می رسد. لینا رتبه هستم، امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارد و این گروه در تلاش است تا افغانستان را پناهگاه امن شبکه‌های دهشت‌افکن سازد. این نظریه رئیس جمهور افغانستان در حال ابراز شده است که طالبان در موافقتنامه با ایالات متحده متعهد به قطع روابطشان با گروه‌های دهشت‌افکن شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که گروه طالبان حتی در روزهای عید نیز در 19 ولایت و 35 ولسوالی حملات را انجام دادند. رئیس جمهور افغانستان این بار از رابطه طالبان با شبکه القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه پرده بر می دارد. اما می گوید که این گروه در تلاش است تا افغانستان را به پناهگاه امن این شبکه های هراس افغانی مبدل بسازد. اینا از مدرسه پاکستانی دستور می گیرند. 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخواین وارد کنن، القاعده سیار میخواین باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنن. اگرچه آقای غنی میگوید که به طالبان اجازه نخواهد داد تا افغانستان را پناهگاه امن هراس افغانان بسازد، اما در ماهای پسین شمار زیاد از ولسوالی ها را گروه طالبان تصرف کردند و همکنون ادعای اداره بیش از 80% خاک افغانستان را دارند. افغان منظم جنگ داریم، پیروز میشیم، مگر هدف ما ایست که بازم به صلح برسیم. صلح که عادلانه باشه، پایدار باشه. اگر دشمن اراده تسلیمی ما را داره، معذبی جا برش اعلان میکنم که 1,000 سال دگام کماندوهای افغانستان قطعات خاص افغانستان اجازه را نخواهد داد. هرچند شدت جنگ در افغانستان نسبت به روزها و هفته های پیش کاهش یافته، اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان حتی در روزهای عید حمله هایشان را افزایش دادند. دشمن در روزهای عید مثل روزهای گذشته حملات خود در مقابل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان و در مقابل مردم افغانستان همچنان در نقاط مختلف کشور انجام دادند و اینا تحرکات خود داشتند. در 24 ساعت گذشته هم در 19 ولایت و 35 ولسوالی اینا تحرکات و انداختای خفیف سقیله و همچنان حملات خود را و انفجار و ماین ها را عملا ما شاهد بودیم. اما برخی دیگری به این باور هستند که در روزهای عید آتش بس اعلام ناشده ادامه دارد. 3 روز عید بدون کدام آتش بس اعلان شده سپری میشه. در اکثر از ولایات در فضای صلح و آرامی عید برگزار گردید. در بعضی از ولایات به میانجی ری سفیده و مشرع قومی حتی اوربندهای رسمی صورت گرفت، آتش بس های رسمی صورت گرفت که خودش یک پیشرفت است. با این حال باورها این هستند که اگر گفتگوهای سال پس از عید بیدرنگ آغاز نشوند و این گفتگوها بی نتیجه بمانند، جنگ و خشونت ها دوباره در این کشور بی پیشینه از سر گرفته خواهند شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. از سوی دیگر با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، نگرانی ها روی حفظ دستاورد این کشور در 20 سال گذشته رونما شده و یکی از این دستاوردها حفاظت از آزادی مطبوعات است. در طول 2 دهه 170 رادیو در افغانستان ایجاد شده و لحال این رسانه های تلویزیونی و نوشتاری و رادیویی در معرض خطر قرار دارند. طالبان طی 3 ماه اخیر بیش از 2 برابر قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند. یک قربانی بسیار فاحش در این پیشروی ها آزادی مطبوعات است.
نزدیک به 50 خبرنگار از ترس جان خود به محل امن فرار کردند. بیش از 20 رسانه فعالیت خود را متوقف کردند و دیگران مجبور به پخش تبلیغات طالبان شدند. حداقل 5 رسانه خصوصی توسط طالبان تسخیر شده و از طریق این 5 رسانه طالبان تبلیغات خود را پخش می کنند. آنان همچنان پخش موسیقی و صدای زنان را متوقف کرده اند. سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در تماس با صدای امریکا، این ادعا را رد کرد. ما فقط ایستگاه‌های رادیویی را که توسط دولت کابل اداره می‌شد تحت کنترل خود گرفته ایم. از آنجا که این رسانه‌ها متعلق به دولت بودند، ما جاگزین آن دولت شدیم. اما رسانه‌های رادیویی خصوصی جواز فعالیت را دارند و ما به خبرنگاران گفته ایم که آنها را به طور عادی اداره کنند. به نظر می رسد که انکارها و اطمینان‌دهی‌های طالبان جایی را نگرفته است و خبرنگاران محلی با نزدیک شدن طالبان به فرار خود ادامه می دهند. 4 خبرنگار صدای امریکا برای امنیت جان خود خانه های خود را ترک کرده و به کابل پناه بردند. لینا شیرزاد از سرویس افغانستان صدای امریکا از طرف افراد ناشناس تهدید شده بود. او میگوید که به عنوان یک خبرنگار زن کارش دو برابر دشوارتر شده بود. تهدیدات در این اواخر در برابر من خیلی زیاد بود. حتی گاهی بود که مرا تهدید به مرگ کردند و گفتند که باید از رسانه دست بکشی و کنار بروی. ولی با آن هم ما ادامه دادیم، اما انتظار این روز را در بدخشان نداشتیم که طالب از 4 سو ما را محاصره بکنه و ما راهی برون رفت و راهی برگشت به کارهای ما نداشته بود. افغانستان در حال حاضر یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران می باشد. هفته گذشته دانش صدیقی، عکاس رویترز و برنده جایزه پولیترز، در جنگ‌ها در مرز با پاکستان کشته شد. با پیشروی طالبان در اکثر ولسوالی‌ها خبررسانی متوقف شده است. هیچ کس قادر به تایید اتهامات نقض حقوق بشر از جانب هر دو طرف نیست و هیچ کس نمیتواند ادعای حکمرانی خوب توسط طالبان را تایید کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. گروه بین‌المللی دفاع از ژورنالیستان یا CPG از مقامات آمریکایی خواسته است تا به خبرنگاران افغانی که با رسانه‌های آمریکایی کار می‌کنند ویزای عاجل بدهد. این کمیته نظریه را در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسید ابراز داشت، همچنان یک گروه رسانه‌ها و شبکه‌های مطبوعاتی آمریکایی نیز این تقاضا را در شمایل نامه‌ای به رئیس جمهور بایدن، آنتونی بلینکن وزیر خارجه و اعضای کنگره آمریکا ابراز داشتند. در این نامه آمده است که باید در این مورد اقدام فوری صورت بگیرد، چون برای ترم عملی شدن این پلان به وقت نیاز است. کمیته مسئولیت ژورنالیستان میگوید که در حالی که خروج قوای بین المللی از افغانستان ادامه دارد، این کمیته با شرکای بین المللی برای کمک به خبرنگاران محلی که در افغانستان با تهدید روبرواند همکاری میکند. حکومت ایالات متحده به هزاران افغان که با قوای آمریکایی در افغانستان کار کردن نیز تعهد دادن ویزای خاص را کرده است. الکساندر دونر، وزیر خارجه سابق استرالیا، میگوید که طالبان هنوز هم در پی استقرار یک رژیم استبدادی در افغانستان هستند و با خروج نیروهای خارجی دیگر دلیلی برای مذاکره جدی با حکومت افغانستان نمی‌بینند. آقای دونر در مصاحبه اختصاصی با همکارم یلدا بکتاش با تأسف بار خواندن تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر مسدودسازی سفارت آن کشور در افغانستان افزود که این کار به معنای رأی عدم اعتماد به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است و باعث می شود تا استرالیا نتواند بعد از این از نزدیک در موضوعات افغانستان دخیل باقی بماند. نظرتان درباره روند مذاکرات صلح افغانستان از جمله نشست اخیر در دوحه چیست و آینده این مذاکرات را چگونه ارزیابی میکنید؟ میان تحلیل تحقیق اوضاع و امیدوار بودن یک تفاوت عمده وجود دارد. بدون شک من امیدوارم که این مذاکرات به موفقیت برسد، اما در واقع این بستگی مستقیم به این دارد که طالبان به دنبال چه پیامدی در این مذاکرات باشند. اگر آنها واقعا در تلاشند تو افغانستان را تصرف کنند و دوباره یک رژیم استبدادی را آنجا برقرار کنند، پس چرا باید بر سر مواردی در این مذاکرات توافق کنند؟ اگر هدف طالبان بیرون کردن قوای خارجی است تا پس از آن با حکومت افغانستان بنشینند و مذاکره کنند و روی نوعی از تقسیم قدرت و توافق برسند، در آن صورت می توان به این مذاکرات امیدوار بود. اما شواهد نشان می دهد که بعید به نظر می رسد طالبان به دنبال مورد دوم باشد. شواهد حاکی از آن است که طالبان بر پایه تفکری که دارند
در پی تبدیل افغانستان به یک نسخه ملایی تندرو هستند، درست همان کاری که در گذشته انجام دادند. در این صورت آنها در نهایت چرا باید با حکومتی توافق کنند که میدانند با خروج قوای خارجی به هر سو گریزان شده است و نیروهای امنیتی آن نیز اکنون در حالت تدافعی قرار دارند. درباره تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر بستن سفارت کشور در افغانستان چی فکر میکنین؟ حال که استرالیا دیگه حتی حضور دیپلماتیک هم در افغانستان نداره، از چه راههایی میتونه هنوز در مسائل افغانستان دخیل بمونه؟ متاسفم از این که استرالیا سفارت خود را در افغانستان بست، زیرا این طوری جلوه میکند که گویا افغانستان ناامن شده است که حتی برای دیپلمات ها نیز دیگر یک مکان امن به حساب نمی آید. با چنین برداشتی مستقیما به نفع طالبان تمام می شود. این کار همچنین رأی عدم اعتماد به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور است. بنابراین متاسفم که حکومت استرالیا تصمیم به انجام این کار کرد و پس از این آنها صرفا قادر خواهند بود که از راه دور، مثلا از پاکستان یا سایر کشورهای همسایه افغانستان و یا هم از طریق سازمانهای امداد رسان در مسائل این کشور دخیل باشند. خیلی متاسفم از این که میبینم استرالیا گویا افغانستان را رها میکند، زیرا کشور من سهم مهمی در بازسازی افغانستان پس از سرنگونی حکومت طالبان داشته و برای همین متاسفم از این که استرالیا نتوانست بدون ایالات متحده در افغانستان بماند. ایالات متحده تصمیم به خروج بی قید و شرط از افغانستان گرفت و این امر همه را در موقعیت بدی قرار داد و ما هم مجبور شدیم از تصمیم رئیس جمهور بایدن تبعیت کنیم. حال که استرالیا دیگه در افغانستان حضور دیپلماتیک نداره و شمار دیگه از کشورها هم کنسولگری‌های خود را در افغانستان بستند، آینده حمایت‌های جامعه جهانی به این کشور به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را چگونه می‌بینید؟ خب واقعیت این است که جامعه جهانی از افغانستان خارج شده است. منظورم این است که پس از این کمک‌های بشری و بودجه لازم برای چنین کمک‌هایی وجود خواهد داشت. اما اگر روزی طالبان قادر شوند بخش‌هایی از کشور و یا کل افغانستان را تصرف کنند، کار زیادی از جامعه جهانی بر نخواهد آمد. ایالات متحده به طالبان گفت که بیشتر از این در افغانستان نمی‌ماند. این یک جنگ بی‌پایان است و خب آمریکایی‌ها می‌خواهند از آنجا خارج شوند. این امر باعث شد تا طالبان احساس پیروزی کنند. از سوی دیگر این روزها ما از سوی سیاستمداران غربی زیاد میشنویم که نگران نباشید، ما قرار است بودجه کمکی خود به افغانستان را حفظ کنیم و این که ما واقعا به آموزش دختران و زنان افغانستان اهمیت میدهیم. این که بگویند ما در برابر طالبان مقاومت میکنیم صرفا در حد یک حرف است، زیرا حقیقت امر این است که از افغانستان خارج شدند. بنابراین این بار مسئولیت سنگین بر دوش حکومت و نیروهای امنیتی این کشور قرار دارد تا از این کشور در برابر طالبان دفاع کنند. به دید من آنچه پس از این مهم است این است که صرف نظر از شانه خالی کردن رهبران غربی، آیا حکومت افغانستان می توانند از عهده این کار برآیند یا خیر؟ واضح است که تمام تلاش ها باید در جهت حمایت از حکومت افغانستان به کار گرفته شود، اما مسلما کار ساده ای نخواهد بود. شما اخیرا در مورد آنده از افغانهایی که با نیروهای خارجی کار کردند اظهار نظر کردین. در این فرصت اندکی که تا اتمام روند خروج باقی مانده، ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در قبال این افراد چی میتونن بکنن؟ به نظر من تمام کسانی که نه تنها با نیروهای استرالیایی بلکه با متحدین ما در افغانستان همکاری کردند باید این گزینه را داشته باشند که افغانستان را ترک کنند. اگر این افراد احساس میکنند که باید افغانستان را ترک کنند، زیرا از این در هراسند که طالبان ممکن این کشور را بگیرد و ممکن کسانی را که با خارجی ها کار کرده مجازات کنند، باید این امکان برای آنها وجود داشته باشد که از افغانستان خارج شوند. به باور من کسانی که به عنوان ترجمان و یا در سایر بخش ها به نیروهای استرالیایی کمک کردند باید بتوانند به استرالیا بیایند، زیرا وضعیت در افغانستان نسبت به گذشته نیز بدتر شده است. آیا ماموریتی که به خاطر آن نیروهای خارجی به افغانستان رفتند با موفقیت به انجام رسیده؟ البته که نه، زیرا که این کشور هنوز درگیر جنگ است. در صورتی می توانستیم این ماموریت را موفقیت آمیز تلقی کنیم که خروج نیروهای خارجی توأم می بود با تحقق یک توافق سیاسی در افغانستان. در حالی که پروسه خروج اساکر آمریکایی از افغانستان تا 95% خاتمه یافته است، جوانان افغان که در طول دو دهه گذشته در افغانستان زندگی کرده و بزرگ شدند نگران آینده خود هستند. آرش عربصدی خبرنگار صدای آمریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده که همکارم فرخوده پیمانی تقدیم می کند.
اخیراً در ولایت قندهار یک وسیله نقلیه هاموی حامل نیروهای ویژه افغان هدف حمله طالبان قرار گرفت. روز بعد طالبان پرچم سفید خود را در یک گذرگاه مرزی با پاکستان برافراشتند. این ویدیو از جانب سخنگوی گروه طالبان تهیه شده است و صدای آمریکا نمیتواند به طور مستقل محتوای آن را تایید کند. در این ویدیو یک جنگجوی طالبان را در مرز نشان میدهد که نشان دهنده تعهد این گروه به حفاظت از نیروهای امنیتی افغانستان و کسب کار مردم محل می باشد. اما بسیاری از افغانها طالبان را تهدید برای شیوه زندگی خود می دانند. مدینه سادات یک فعال حقوق مدنی و مادر دو فرزند است. او در کابل زندگی می کند و می گوید وضعیت افغانستان در حال تغییر است. وقتی که آمریکایی آمد و در کنارش ناتو و کشورهای خارجی و کشورهای اروپایی توجهشان سمت افغانستان شد و یک حمایت جدی را از افغانها شروع کردن، زندگی مردم بر اول عادی برگشت، کلگی یک امیدی برشان پیدا شد، پشت پیشرفت رفتن، پشت دانش رفتن، پشت... در همین حال مرتضی اخلاص که فقط بیشتر از یک سال می شود در یک دکان خوراک فروشی مصروف کار و فعالیت است، من حیث مالک این شغل در کابل نگرانی های خاص خود را در مورد شرایط امنیتی و آینده کاروبار خود ابراز می کند. ما می خواهیم که یک آینده خوب و خوش و آرام داشته باشیم، جنگ تمام شود و قرنطینه و کرونا و قیمتی و همین مشکلات همه رفع شود، چون هم اگه می خواهیم که یک زندگی آرام و آسوده و آرامش داشته باشه. او اضافه می کند که با افزایش پیشروی های طالبان در اکثر مناطق عدم اطمینان او برای تجارت و خرید و فروش افزایش پیدا می کند. خیلی نگران هستیم، چون اگه طالبان بیاین من نمیتونم به این وضعیتی که دکانداری میکنم، به این حالتی که هستم نمیتونم به این حالت، شاید مشکلات ما چند برابر شوه و نتونم همین چیزی را که میخوایم تهیه کنم نخواهم تهیه کرده بتونم. مرتضی میگوید که جامعه جهانی باید تلاش بیشتری برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای پیوستن بر روند صلح با دولت افغانستان انجام دهد. اما برعکس، مدینه سادات چون این اتفاق را ممکن نمی بیند. طالب همون طالب 20 سال پیش است. طالب همون طالب 30 سال پیش است. مفکوره طالبانی همون مفکوره است که زنها را حق نمیتن. مفکوره است که بنیادگرایی دارن و بنیادگرایی به صورت افراطی دارن، به حدی که حتی حقوق بشر قبول ندارن و نقض میکنن. دولت بایدن تعهد کرد که از دولت افغانستان حمایت مالی مستمر و دوامدار خواهد کرد، اما کسانی که به طور روزافزون نزدیک به خشونت زندگی میکنند و از زندگی در دوران حکومت طالبان خاطرات دارند، نگران هستند که ممکن است این وعده ایالات متحده آمریکا کافی نباشد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. وزارت صحت‌عامه افغانستان از سبت 5 واقعه تب کانگو در شهر کابل ابراز نگرانی کرده است. میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت امروز چهارشنبه میگوید که این رویدادها در دو روز عید در کابل به ثبت رسید و بیماران تحت مراقبت صحی قرار دارند و تاکنون این 5 مریض مبتلا به تب کانگو بر شفاخانه آنتونی در کابل مراجعه کردند. تب کانگو از تماس با حیوان و خون از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد. وزارت صحت‌عامه افغانستان تاکنون در مورد تلفات ناشی از این نوع مرض معلومات نداده است، ولی سال گذشته نیز چندین واقعه ابتلا به این مرض یا تب کانگو که بیشتر مبتلایان آن زنان بودند گزارش شده بود. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. می‌پردازیم به تحولات در واشنگتن. رهبر مخالفین بلاروس در ادامه سفر رسمی خود به واشنگتن با شماری از قانونگذاران آمریکایی و مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات و گفتگو کرده است و در این ملاقات‌ها خانم تیخانو سکایا بر ضرورت اعمال تحریم‌های بیشتر بر حکومت بلاروس تاکید ورزیده و خواهان همکاری ایالات متحده شده است. همکارم یلدا بکتاش جزئیات سفر این رهبر مخالفین بلاروس را به واشنگتن دنبال کرده و مکنون از مقابل عمارت کنگره با ماست. یلدا جان، نکات برجسته ملاقات های در جریان این رهبر شامل چه موضوعات تا کنون بوده؟ بله لینا جان، خسته نباشین و سلام خدمت بیننده های محترم برنامه.
خب یکی از نکات برجسته در سفر رهبر مخالفان حکومت بلاروس به واشنگتن دیدارش با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و شمار دیگه از مقامات بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده بود. از سایر نکات برجسته دیدار رهبر مخالفان حکومت بلاروس با شماره از قانونگذاران در کنگره ایالات متحده بود که ذیل از دیدار گروه هم تحت نام دوستان بلاروس در کنگره تشکیل شده که متشکل از شماره از قانونگذاران از هر دو حزب حاکم یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها در این گروه میشه و قرار هست که به هر حال اینها همکاری بکنن از نزدیک با مردم بلاروس. و از نکات برجسته دیگه که میتونم یادآور شوم حمایت واشنگتن از مبارزات به حال مخالفین حکومت بلاروس در آنچه که آنها اعاده دموکراسی و آزادی در کشور خود میدانند بوده. خب باید یادآور شوم که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در بلاروس در ماه آگوست پارسال عده کثیری از فعالین سیاسی توسط حکومت بلاروس به زندان فرستاده شده و به خاطر امی حکومت این کشور تحت فشار بین المللی قرار داره و یکی از خواستای اصلی رهبر مخالفان حکومت هم در سفرش به واشنگتن فراهم نمودن زمینه برای برگزاری یک انتخابات دیگه است. جزئیات بیشتر در این گزارش دعوت میکنم که ملاحظه کنید. در ادامه سفر رسمی خود به پایتخت ایالات متحده، اسفتلانا تیخانوسکایا رهبر مخالفان حکومت بلاروس دیروز در کانون ملی مطبوعات در واشنگتن درباره وضعیت بلاروس پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در این کشور صحبت کرد. خانم تیخانوسکایا که در انتخابات ریاست جمهوری آگوست سال گذشته این کشور رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو بود، ناچار شد پس از اعلام نتایج بلاروس را ترک کند. نتایجی که از دید مخالفان حکومت بلاروس و کشورهای غربی با تقلب همراه بود. لوکاشنکو البته این ادعاها را رد کرده است. من به این نکته واقفم که تنها مردم بلاروس می توانند در این کشور تغییرات دموکراتیک لازم را به وجود آورند، اما ما امیدواریم که ایالات متحده اقدام کند، البته نه صرفا اقدام سمبولیک. رئیس جمهور بایدن می گوید که دنیا با تقابل دموکراسی و استبداد مواجه است. بلاروس اکنون در خط مقدم این جدال قرار دارد و مدافع این ارزش های دموکراتیک است. شما می توانید برای انجام آن به ما کمک کنید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که تحریم ابزار قدرتمند است و واشنگتن از آرزوی مردم بلاروس برای داشتن یک آینده آزاد، دموکراتیک و مرفه حمایت می کند. دفتر مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز دیروز پس از ملاقات خانم تیخانوسکایا با جیک سالیون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده اعلام کرد که با وضع تحریم قصر سفید و متحدین آمریکا حکومت بلاروس را برای اقداماتش علیه مردم این کشور مسئول قرار خواهد داد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز در صفحه توییتر خود از حمایت مردم بلاروس نوشت. ایالات متحده به شجاعت و اراده مخالفان حکومت بلاروس احترام می‌گذارد و در کنار مردم این کشور می‌ایستد. خانم تیخانوسکایا دیروز با شماره از قانونگذاران آمریکایی نیز دیدار و گفتگو کرد و از کنگره ایالات متحده خواست تا با مردم بلاروس در مبارزاتشان برای آنچه او تحقق آزادی و دموکراسی خواند کمک کند. برخی از قانونگذاران آمریکایی به شمول سناتور بن کاردن نیز خواستار افزایش فشار بر حکومت بلاروس شدند. آنچه باید تغییر کند این است که رئیس جمهور بلاروس بهای سنگین تری باید بپردازد و این به معنای دو برابر کردن تحریم ها بر این کشور است. طبق معلومات ارائه شده در حساب توییتری خانم تیخانوسکایا، شمار زندانیان سیاسی در بلاروس اکنون به 557 نفر رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گزارش داده که هفته گذشته حکومت بلاروس اقدام به یورش گسترده علیه فعالین حقوق بشر در این کشور نموده است. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. حکومت چین اعتماد وارده مبنی بر اینکه آن کشور مسئول حمله سایبری بر مایکروسافت اکسچنج است را رد کرده است. این نرم افزار خدمات ایمیل را برای شرکت‌ها در سراسر جهان فراهم می‌کند. در اوایل این هفته ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند با گونه مشترک در متهم کردن مرتکبین فعالیت مخرب سایبری تحت حمایت حکومت چین به ایالات متحده پیوستند. به شرح بیشتر در این گزارش توجه کنید.
رخنه وسیع جهانی در نرم افزار سرور ایمیل مایکروسافت اکسچنج ابتدا در ماه جنوری کشف شد و بعداً در اواخر ماه فوریه به مصاب ساختن هزاران حساب کاربر در سرتاسر جهان آغاز کرد. در اوایل این هفته اداره ریاست جمهوری بایدن از حمله سایبری توسط چین هشدار داد. چین این اتهامات را نادرست خواند. چین یک بار دیگر از ایالات متحده و متحدان آن می‌خواهد تا سرقت سایبری و حملات سایبری که چین را هدف قرار می‌دهد اجتناب کنند و مقصر دانستن چین را در موضوع امنیت سایبری متوقف کنند. روز دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حکومت چین را متهم به حمایت از هکرها یا سارقین سایبری نمود. حکومت چین نمانند روسیه که خودش این کار را می کند بلکه از کسانی که این کار را انجام می دهند حمایت می کند و حتی از عمل کسانی که قادر به این کارند فروگذاشت می کند. ناتو، اتحادیه اروپایی، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و نیوزیلند همراه با حکومت بایدن چین را به سرپرستی از فعالیت‌های مخرب سایبری متهم می‌کنند. ایالات متحده 4 تبعه چینایی را در پیوند به کمپاین جاسوسی تحت رهبری دولت چین که ایالات متحده و سایر کشورها را هدف قرار می‌دادند متهم کرد. اتهام این است که 3 تن از 4 متهمان افسران استخباراتی بودند که برای وزارت امنیت دولتی چین کار میکردند. آنان حملات سایبری را از طریق کمپانی های پیشگام انجام میدادند تا به این ترتیب نقش حکومت را در هر نوع برنامه غیر مجاز کتمان کنند. اما اداره ریاست جمهوری بایدن در قبال بیجنگ طوری که علیه حمله کنندگان سایبری روسیه در ماهای اخیر با اخراج برخی از دیپلمات‌ها و تعزیرات آن کشور عمل کرده بود اقدام نکرد. اداره ریاست جمهوری بایدن از بیم عمل متقابل احتمالی چینایی ها علیه کمپانی های آمریکایی که در داخل چین مصروف کار بارند اقدام نکرد و فکر میکنم که اداره بایدن ممکن در همراه ساختن شماری از کشورهای کوچک اروپایی با خود که روابط نزدیک اقتصادی با چین دارند در وضع تعزیرات وسیع‌تر علیه چین مشکل دارد. قصر سفید گفت تحقیقات در مورد حملات سایبری خارجی ادامه دارد و اقدامات تنبیهی آینده را رد نکرد. این پایان مساعی ما در ارتباط با فعالیت های سایبری با چین و روسیه نمی باشد. چین می گوید که با هر نوع جرم سایبری مخالف بوده ولی ادعا می کند که بسیاری از حملات سایبری از سوی ایالات متحده می باشد. تحلیلگران میگویند که کشورها به شمول ایالات متحده، چین و روسیه که به صورت متداوم به جاسوسی سایبری میپردازند، توقف آن محتمل به نظر نمیرسد. من بیشتر امیدوارم تا بتوانم با یک توافق دست یابیم تا از حملاتی که اخلال کننده بوده و ذخیره اطلاعات را تخریب میکند یا سیستم را تخریب میکند اجتناب صورت بگیرد. حمله رنسموئر که برای اخاذی بر پایپلاین کلونیال که بدترین آن در نوع خود بود سایت آن کشور را مجبور کرد تا برای چندین روز مسدود بماند. این نوع حمله درست همان نوعی است که می خواهیم در مورد آن با چین و روسیه و سایرین به یک توافق دست یابیم. در سال 2015 رئیس جمهور براک اوباما و شی جینگ پینگ رهبر چین توافق کردند تا دو کشور بر حملات سایبری نظارت کرده و از جرم سایبری که در داخل سرحداتشان رخ می‌دهد تحقیق کنند. اما وقوع این اتفاق اخیر سایبری ممکن در عمیق ساختن تشنج در روابط بین ایالات متحده و چین اثر گذار باشد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. و چند خبر دیگر توجه کنید. صدر اعظم تایزه هایتی به بهبود وضعیت امنیتی آن کشور تعهد کرده است و از تمام احزاب دخیل در هایتی خواسته است تا مذاکرات را برای کمک به حل مشکلات آن کشور آغاز کنند. اریل هنری صدر اعظم جدید هایتی در حال عهده‌دار این وظیفه می شود که متعاقب ترور رئیس جمهور آن کشور در هایتی هرج‌ومرج سیاسی آغاز شده بود. هنری توسط رئیس جمهور موئز قبل از فقط چند روز قبل از آنکه ترور شود به رئیس صدر اعظم هایتی معرفی شد. بیش از 20 تن به شمول 3 پلیس و 10 عضو متقاعد اردوی هایتی در رابطه با ترور رئیس جمهور هایتی توقیف شدند. و اما در چین تا کنون حداقل 25 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهر ریانژو در چین کشته شدند. این سیلاب‌ها در پی باران‌های شدید برای چند روز پی در پی به وقوع پیوست و باعث سرازیر شدن آب در سرک‌های این شهر که مرکز ولایت هنان است گردید. باران‌های شدید باعث پر شدن بند آب شده و مقامات به دلیل فشار شدید آب بر بند آب بیتیان مجبور به تخلیه حدود 100 هزار باشنده محل و انتقال آنان به مکان
امن گردیدند. و با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. همکارم شایسته صادق میزبان شما در نیم ساعت برنامه است. با سلام. ډیر مننه لینا جان پښتو خبرونه هم چمتو ده. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې افغانستان د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. دا او نور مسایل به په پښتو خبرونه کې وڅېړو.